سحر رحمانی اولین بدنساز ایرانی نیست که تو مسابقات بین المللی شرکت کرده، ولی بدون شک یکی از خاص‌ترین بدنسازای ایرانیه. سلام به همراهان عزیز. سحر رحمانی یکی از بدنسازان زن ایرانیه که از سال پیش و با حضور تو مسابقات بدنسازی خبرساز شده. بدنسازی زنان تو ایران محدودیت‌های خاص خودش رو داره و مسابقه دادن واسه بانوان ایرانی یه امر کاملا غیر ممکنه. با این حال تو سالهای اخیر بودن بدنسازان زنی که تو مسابقات مختلف شرکت کردن و بعضی از اونا با وجود محدودیت‌های زیاد حتی تو سطح جهانی هم به موفقیت رسیدن. حتما تا انتها همراه من باشین تا چندین فکت جذاب از سحر رحمانی رو با هم بررسی کنیم. وحید بادپی یکی از دو بدنساز ایرانی بود که تو مستر اولمپیای 2023 حضور داشت و اونجا هم حسابی درخشید. بادپی که داخل ایران زندگی میکنه اخیراً با مشکلاتی مواجه شده که هنوز در موردش به طور دقیق صحبتی نکرده. پیج اینستاگرامی بادپی اخیراً توسط پلیس مسدود شده و یه سری ها معتقدن علت این کار ویدیوها و عکسایی بوده که بادپی با سحر رحمانی توی نمایشگاه بدنسازی تو ترکیه به اشتراک گذاشته بود. این ویدیوها و عکس‌ها تو فضای مجازی به شدت وایرال شدن و این بدنسازا تو خود ترکیه هم با استقبال خیلی خوبی از سمت مخاطبان حاضر تو نمایشگاه مواجه شدن. بعضی جاها گفته شده که سحر رحمانی اولین بدنساز زن ایرانیه، ولی خب این ادعا واقعیت نداره. سحر در حال حاضر یکی از بهترین بدنسازان زن ایرانیه، ولی قبل ایشون بدنسازای زن زیادی تو مسابقات مختلف شرکت کردن و بعضی از اونا حتی تو بزرگترین مسابقات بدنسازی مثل مستر اولمپیا و آرنولد کلاسیک هم شرکت کردن. چیزی که سحر رحمانی رو تبدیل به یک بدنساز خاص کرده زیبایی صورت این بدنسازه، موردی که تو دنیای بدنسازی زنان خیلی کم دیده میشه و به خاطر استفاده از داروها معمولا بدنسازای زن قیافه مردونه تری دارن که این موضوع شامل حال سحر رحمانی نمیشه. با یک لایک ساده ما رو از علاقه خودتون به این سبک ویدیوها آگاه کنین. سحر رحمانی تابستون سال پیش با یه آهنگ از تتلو تو مسابقات بدنسازی شرکت کرد و این کارش خیلی خبرساز شد. این کار خانم رحمانی باعث شد تا شایعات زیادی درباره این دو نفر منتشر بشه، چرا که همزمان امیر تتلو هم تاکید زیادی روی ورزش کردن زنان داشت. چند ماه پیش هم سحر دوباره مسابقه داد و این بار تو رومانی از آهنگ داریوش اقبالی استفاده کرد و باز هم به شدت خبرساز شد. البته بدنسازا باید واسه فیگورهایی که میگیرن یه آهنگ انتخاب کنن و به نظر میاد این بنده خدا هر آهنگی انتخاب کنه قراره یه داستانی براش بسازن. سحر رحمانی چند ماه پیش توی مسابقه بدنسازی تو رومانی شرکت کرد و سوم شد. سحر تو بخش فیزیک زنان مسابقه میده و این اولین مسابقه حرفه‌ایش بوده. در واقع تو اولین تجربه حرفه‌ای سحر رحمانی نتیجه خیلی خوبی کسب کرده. سحر تو اینستاگرام بیش از 500 هزار فالوور داره که این تعداد دنبال کننده رو خیلی از بدنسازای مطرح جهان حتی تو بخش مردان ندارن. ایشون ساکن دبی هستن و معمولا با احسان کلیوند بدنساز شناخته شده ایرانی تمرین میکنن. مستر اولمپیا بزرگترین رقابت بدنسازی سال و رسیدن به این مسابقات یه مسیر خیلی طولانی و پیچیده داره. بدنسازا اول باید توی مسابقه آماتوری قهرمان قهرمانان بشن تا به کارت حرفه‌ای برسن. بعدش میتونن تو مسابقات حرفه‌ای شرکت کنن و اگه قهرمان مسابقات حرفه‌ای بشن تازه میرسن به مستر اولمپیا. سحر هم بخش بزرگی از این مسیر رو طی کرده و حالا دنبال اینه که توی مسابقه حرفه‌ای قهرمان بشه تا بتونه تو بزرگترین مسابقه بدنسازی سال شرکت کنه.
نظر شما در مورد سحر رحمانی چیه؟ به نظرتون میتونه به مستر اولمپیا برسه یا نه؟ حتما جوابتون رو این پایین کامنت کنین و منتظر ویدیوی بعدی دانستنی یونیک باشین.